سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان از عملکرد دولت عراق تمجید کرد و نسبت به مطلوبتر شدن تلاشها و افزایش کیفیت فعالیت‌های آن اظهار امیدواری نمود این سازمان در بیانیه ضمن تشکر از فعالیت‌های دولت عراق و تمامی دستندرکاران در اجرای هرچه مطلوبتر زیارت بر گسترش گردشگری مذهبی تاکید نمود با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان روز سهشنبه در بیانیه ای تأکید کرد زیارت امام حسین علیه السلام در اربعین که در حقیقت یک مراسم مذهبی جهانی است یک فرصتی نادر الهی محسوب می شود که در آن شاهد حضور گونه های مختلف بشری با الگوها، نژادها و افکار و عقاید گوناگون هستیم. اما وجه مشترک تمامی این انسان ها علا همگی تفاوت ها تجلی مکارم اخلاقی است که در طی زیارت اربعین از همگی آنان بروز می نماید. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه در ادامه این بیانیه از تلاش های دولت عراق در خصوص حمایت و پشتیبانی از شعیره جاودانه اربعین قدردانی و تمجید شده و به جهت اهمیت و جایگاهی که این زیارت دارد خواستار افزایش تلاش ها و پیشرفت بیشتر در ساماندهی و میزبانی از این اجتماع بزرگ مذهبی شده است. این سازمان در بیانیه خود همچنین تاکید کرده که از نزدیک روند فعالیتها را در زیارت اخیر اربعین زیر نظر داشته و با دقت ساماندهی و نظارت بر انجام امور همچنین سیر همراهی و پشتیبانی در مسیر این زیارت را بررسی نموده است و ضمن اعلام رضایت از نحوه انجام این فعالیت ها به خصوص از امکانات ای که در اختیار گروه های مختلف زائران چه از داخل و چه خارج عراق در دسترس آنان قرار گرفته قدردانی می نماید. در ادامه این بیانیه ضمن تصریح بر این نکته که عطبات عالیات حوزه های علمیه و موکب های حسینی بیشترین نقش را در انجام هرچه مطلوب تر زیارت عربعین ایفا نمودند آمده است تمامی دستندرکاران برگزاری مراسم عربعین در مجموع از هیچ تلاشی برای موفقیت آمیز برگزار شدن این زیارت دریغ نکردند و حتی اکثر توان خیش را در زمینه های مختلف فکری فرهنگی و اجتماعی با توجه به نگاه نگاه ویژه انسان دوستی خیش به کار بستند. این سازمان تاکید نموده که بر این باور است که این رویداد جهانی نشان دهنده یک فرصت نادر الهی است که در تجسم عینی تمامی فضایل و اخلاق نیکوست که از انواع گوناگون ابنای بشر از نژادها، عقاید و تفکرهای مختلف تجلی یافته و در یک منطقه جغرافیایی و زمان خاص گرد هم می آیند و طی آن نمونه های ناب از اخلاص، رحمت، جوانمردی و انسانیت بدون هیچ گونه تفاوت و تبعیض در میان مردم آشکار می شود. در صحنه ای استثنایی که اهمیت و تاثیر این مراسم در تهذیب نفس و بازگشت به سوی خدا را به صورت ذاتی و مطلق نشان می دهد. در ادامه این بیانیه آمده است دولت عراق ضمن آگاهی کامل نسبت به اهمیت این بقعه متبرکه و وقوف کامل بر ضرورت تلاش به منظور برخوردار شدن شهر مقدس کربلا از امکانات لازم با فراهم کردن فرصت های لازم برای غیر عراقی هایی که مایل به شرکت در این زیارت هستند علاوه بر توسعه امکانات و زیرساخت ها و گسترش مسیرهای حمل و نقل زمینی دریایی و هوایی با انجام خدماتی همچون اعطای ویزای ورودی رایگان حد اکثر تلاش خود را برای انجام هرچه مطلوبتر این زیارت به کار بست. سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان در بیانیه خود تاکید کرده زیارت امام حسین علیه السلام که ده ها میلیون نفر را از سر تا سر جهان گرد هم می آورد فرصتی استثنایی برای گسترش علوم و فرهنگ اهل بیت علیه مستلام و حقایق معارف اسلامی است که خدای متعال فطرت انسانها را بر اساس آن آفریده است. این سازمان در عین حال به ضرورت فعالسازی بخش گردشگری مذهبی در عراق اشاره و بر ضرورت تلاش برای توسعه امکانات و پشتیبانی های مورد نیاز به منظور پیشرفت های لازم در این بخش حیاتی تاکید نموده است. سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان با اشاره به نقش مهم و مفیدی که گردشگری مذهبی در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها ایفا می نماید این اجتماع انسانی را نمونه ای از مواجهه مطلوب و متقابل فرهنگی، معرفتی و بشر دوستانه میان انسانهای مختلف ارزیابی کرده و از مدیریت عطبات عالیات و تجار عراقی حمایت همه جانبه از گردشگری مذهبی در کشور و زمین سازی و ایجاد شرایط و ظرفیت های مناسب برای سرمایه گذاری جهانی در این زمینه را خواستار شده است. فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه